درود و وقت بخیر میگم. با این ویژه برنامه در رابطه با دور دوم به اصطلاح انتخابات برای تعیین ریاست جمهوری در ایران که امروز جمعه 15 تیر 1403 در حال برگزاری همراه شما هستیم. همانطور که شاهد بودیم، دور اولین انتخابات نمایشی که هفته گذشته برگزار شد با بایکوت گسترده و حضور حداقلی همراه بود. برای امروز هم فراخوان‌های متعددی از سوی جریانات سیاسی و کنشگران اجتماعی برای بایکوت کردن این انتخابات صادر شده است. از قرار معلوم و بر اساس گزارش‌های دریافتی از شرق کردستان، امروز هم این انتخابات که از ساعتی قبل آغاز شده با بایکوت شدیدتر از دور اول همراه است. در این وجه برنامه با مهمانان و روزنامه‌نگاران به بررسی این انتخابات و اهمیت بایکوت کردن آن خواهیم پرداخت. همچنین گزارش‌ها و تصاویری مخابره شده از ایران و شرق کردستان به مرکز خبر تلویزیون آریان را با شما در میان خواهیم گذاشت. بله، دومین مرحله رأی‌گیری میان دو نامزد مد نظر جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان و سعید جلیلی برای جانشینی ابراهیم رئیسی آغاز شده است. دومین دور رأی‌گیری میان دو نامزد مد نظر جمهوری اسلامی امروز ساعت 8 صبح به وقت تهران آغاز شد. در این ارتباط گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در مورد روند انتخابات در چندین شهر در استان‌های مختلف ایران و شرق کردستان حاکی از خلوت بودن شعبه‌های رأی‌گیری و عدم استقبال گسترده تاکنون بوده است. بسیاری از چهره‌ها، فعالان و نیز سازمان‌ها و تشکل‌های سیاسی و مدنی همراه با شمار زیادی از زندانیان سیاسی همان دور نخست رأی‌گیری آنچه جمهوری اسلامی انتخابات می‌نامد را سیرک یا نمایش نامیدن و خواستار تحریم آن شدند. همچنین بسیاری از خانواده‌های دادخواه، زندانیان سیاسی، فعالان سیاسی و مدنی و شهروندان ایرانی بر تحریم دور دوم و رقم زدن نتیجه مشابه دور اول انتخابات تأکید کردند. در مقابل، به ویژه اصلاح طلبان حکومتی در تلاش برای دوگانه‌سازی جعلی بین مسعود پزشکیان و سعید جلیلی کوشیدند با ترساندن مردم آنها را به حضور در پای صندوق‌های رأی تشویق کنند. به گزارش خبرگزاری حکومتی ایران ایرنا، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور جمهوری اسلامی گفته که سعی می‌کنیم در ساعت ابتدای روز شنبه نتیجه نهایی را اعلام کنیم. میزان اندکی مشارکت در دور اول انتخابات بگونه‌ای بود که علی خامنه‌ای برخلاف روی همیشگی خود تا 4 روز پس از انتخابات سکوت کرد. او سرانجام هنگامی که در این زمینه سخن گفت، ضمن پذیرفتن این واقعیت که میزان مشارکت در انتخابات پایین‌تر بود از توقع او بود، اظهاراتی داشت. آیا قلم انگوش است؟ آیا قلم انگوش؟ انگوش انگوش. آقا لطفا این بری به. جمعه 15 تیر ماه 403 شاهد حضور پرشور مردم در انتخابات. اکنون برای گفتگو بیشتر در رابطه با انتخابات آقای غفور محمدی، فعال سیاسی، در اینجا استودیو با من است. آقای محمدی، خوش آمدید. از حال هوای این انتخابات بگو. این دور شاید بشه از دور اول گسترده بایکوت شده باشه. جزئیات بیشتری در این رابطه هست؟ تشکر از شما و با درود و سلام به بینندگان و هموطنان عزیز. اگه برگردیم به هفته گذشته واقعا انتخابات با بایکوت گسترده همراه بود و از همین جا میشه گفت به مردم در مقابل این مبارزه سختی که در انتخابات بدون همه امکانات تونستن واقعا پیروزی بزرگی رو در طول عمر جمهوری اسلامی بر این سیستم تحمیل کنن، پیروزی بزرگ بود. اینجا تبریک میگیم و به نظر من در این یک هفته چیز زیادی تغییر نکرده. دولت خودش رو تغییر نداده، مردم همون مردم هستند. یعنی نمیتوانیم بگیم که در این هفته مردم به دولت اعتماد پیدا کردن، نظرشون عوض شده، یا اینچه بگیم که واقعا جمهوری اسلامی پشیمان شده از جنایاتی که در این 40 سال گذشته انجام داده و مردم به این دولت رحم میکنن و یه فرصت دیگه بهش میدن. این چیزا نیست، مگه از اطلاعاتی که به دست میرسه از شبکه‌های اجتماعی
که واقعا در اختیار دولت نیستن، شبکه‌های اجتماعی هستن. اینطور نتیجه گرفته میشه که بایکوت شدیدتره. اصراری اونایی که در جمعه گذشته بر بایکوت اصرار کردن، اصرارشون بیشتره، یعنی واقعا حتی تا این حد رسیدن که دیگه به جمهوری اسلامی فرصت دیگه ای داده نخواهد شد، هیچ تغییری ایجاد نشده و حتی در این هفته گرفتن و اعدام و فشار بر سرکوبان بیشتر شده. شاید دولت در این یک هفته تجربه گرفته باشه که در نتیجه آرا مهندسی بشه. اینو نمیشه روی مشارکت مردم حساب کرد. میخوام به یه نکته اشاره کنم. در هفته گذشته بر طبق آماری که واقعا پخش شد 23 میلیون نفر شرکت کردن. آماری رسمی که جمهوری اسلامی پخش کرده 39.9، یعنی 23 میلیون نفر در انتخابات رای دادن از 61 میلیون خورده ای. و بر طبق آماری که خود دولت آقای سردار نقدی فرمانده کل بسیج ایران میگه، ما 25 میلیون بسیج داریم، یعنی حتی بسیجام 2 میلیون از بسیجام رای ندادن. یعنی انتخابات میخوام بگم با این آماری که واقعا بهشم نمیشه اعتماد که بیشترم بسیج دارن، ولی بعضم 2 میلیون از بدنه دولتم رای نداده، حتی یعنی ریزش 2 میلیونی از بدنه دولتم هست. جامعه پیروز شد، رای نداده و حتی 2 میلیون شاید بخوان با تهدید و فشار این 2 میلیونم پای صندوق بکشن، این نمیشه پیروزی به نظر من. درسته آقای محمدی، برای دور اول هم هفته گذشته دیدیم که مخالفان جمهوری اسلامی در کشورهای خارجی در مقابل سفارتخانه و کنسولیای جمهوری اسلامی و مکانهایی که برای رأی‌گیری تعیین شده بود تظاهراتی برگزار کردند. آیا امروز هم تظاهرات به چه صورتی هست و اهمیت این اعتراضات در خارج از کشور به این کسایی که میان رأی میدن در چه حد اهمیتی، از چه لحاظی اهمیت داره به نظر شما؟ اعتراضات مثل هفته قبل، این هفته هم، امروز جمعه هم در فرانسه در چندین نقطه هم جلوی سفارت جمهوری اسلامی، هم در کنسولگری ها در آلمان در چندین نقطه، در بریتانیا، در استکهلم، در اسلو قرار برگزار بشه، اونم در کشورهای دیگه اروپایی هم قرار برگزار بشه با شدت بیشتری. اهمیت این اعتراضات اینه که ترفندهایی که دولت میگه ما افرادی که در خارج از کشور هستن با ما هستن، نشون میده که جلوی سفارت چه صحنه‌ای است. نه، مردم کنش خودشون نشون میدن، مردم بر بایکوت خودشون اصرار میکنن و روی مبارزه‌ای که انجام میدن مستمر هستن و نشون میدن که ما اینجا هستیم، این سفارت جمهوری اسلامی است، ما رأی نمیدیم، ما به این دولت قبول نداریم، ما میخوایم از این سیستم عبور کنیم، این دولت دیگه دولت ما نیست، ربطی به نه پناهندگا داره نه به مردم ایران داره و ما میخوان اتحاد خودشون، همبستگی خودشون رو با کارگران، زنان، زندانیان سیاسی، مادران، خانواده شهیدان میخوان بگن که ما از اونا جدا نیستیم، تحریم اونا تحریم ماست، بایکوت اونا بایکوت ماست، ما از مردم جدا نیستیم، ما با دولت نیستیم. بله، اجازه بدید آقای محمدی، حالا چند تصاویری از ایران و شهرهای مختلف ایران و شرق کردستان به تلویزیون آریل مخابرش این تصاویر رو با هم ببینیم، بعد بس ادامه خواهیم داد. ولی بینندگان گرامی، هم اکنون همکارانم به من اعلام کردند که تصاویری از مناطق مختلف تهران، فومن و ایلام در شرق کردستان به مرکز تلویزیون آریان مخابره شده. این تصاویر حاوی صحنه های خالی که برای رای گیری تعیین شده است، برخلاف ادعای جمهوری اسلامی که با دوربین هایی و لوکیشن هایی بسته میخواد حضور و گسترده را نشان بده. این تصاویر را با هم ببینیم، بس را ادامه خواهیم داد. Bir
جمعه 15 تیر ماه 403 شاهد حضور پرشور مردم در انتخابات مرحله دوم ریاست جمهوری هستیم. بله، این تصاویری بود از شهرهای مختلف ایران و شرق کردستان از جمله تهران که صحنه های خالی در رابطه با برگزاری انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در ایران. بس را با آقای غفور محمدی فعال سیاسی اینجا ادامه خواهیم داد. آقای محمدی، با توجه به بایکوت شدید دور اول انتخابات و این فراخوانی متعددی که برای بایکوت انتخابات امروز صادر شده است، شما چشم انداز شما برای امروز به چه صورتی خواهد بود؟ این میزان مشارکت پایین‌تر از دور اول خواهد بود به نظر شما؟ بله، یعنی من میتونم اینجور تحلیل کنم، پیش بینی کنم که اون 60% به بایکوت خودشون ادامه میدن. همون جوری که در سوال اولیش هم به اشاره کردم، شاید دولت امروز با تمام تلاشایی که میکنه، با تجربیاتی که از مهندسی انتخابات در این 40 سال داره، اون درصدی رو از بدنه دولت که ریزش کرده، با تهدید، با تشویق، با توطئه، با هر چیزی به پای صندوق بکشونه. یعنی همون بدنه دولتی که گفتیم چند درصدیه، 5 درصدیه، اونو شاید بکشونه به صندوق، اون نمیشه پیروز حساب کرد. ولی مردم به بایکوتشون به نظر من ادامه میدن، به دلیل اینکه مردم هیچ تغییر رو در این یک هفته نمیشه گفت که مردم در این یک هفته در 5 روز 40 میلیون نفر عوض شدن، خوابیدن و بیدار شدن، عوض شدن، گفتن جمهوری اسلامی تغییر کرده. یعنی این با هیچ تحلیلی، با هیچ تحلیل علمی سیاسی سازگار نیست. هرچی روی بده، پیش بینی هرچی روی بده، من میخوام بگم که دولت به فرمان خامنه ای که در لحظه اول انتخابات اشاره کردن که امیدوارم قولی که من دادین اجرا بشه، یعنی میخواد بگه قبلا ما شکست خوردیم ولی امروز مسئولین به من قول دادن که این شکست رو جبران کنن، امیدوارم که به این، اینو در لحظه اول گفت، امیدوارم که به قول خودتون عمل کرده باشین. یعنی مردم به پای صندوق بیارین، رأی رو زیاد کنین، مهندسی میکنین، هر کاری میکنید، امیدوارم که امروز انجامش به نتیجه رسیده باشین. اینو به مردم نمیگه، اینو به مسئولین میگه. بله جناب محمدی، در رابطه با اهمیت و دلایل بایکوت کردن انتخابات شما بدید. کنشگران اجتماعی میگن این تا مسئله بایکوت نیست، مسئله این بایکوت کردن یک نه بزرگ و خاطر به کلیت نظام جمهوری اسلامی است. بله، 40 خورده از عمر جمهوری اسلامی میگذره. در این 43 سال مردم واقعا به حدی رسیدن که دیگه زندگی در ایران طاقت فرسا شده. یعنی بر طبق آمار هم که بگی حدود 60,000 نفر اعدام شدن، هیچ کسی نیست که یه بار به زندان نرفته باشه یا جریمه نشده باشه. خلقای ایران در شدیدترین وضعیت خودشون هستن، هیچ اراده‌ای برای خلقای ایران در نظر گرفته نمیشه در سیستم ولایت فقیه. و زنان واقعا نصف جامعه در وضعیت خیلی وخیمی در جمهوری اسلامی، هیچ اراده برایشون، به همه شیوه سرکوب میشن، قتل عام میشن، در بر علیهشون خشونت اجرا میشه. یعنی مردم میخوان از این سیستم عبور کنن. دیگه میخوام یه مثالی بزنم. مردم تا دوران خاتمی واقعا حدود 70% امید داشتن که از جمهوری اسلامی، یعنی از ولایت فقیه، از ولایت فقیه عبور کنن و به سیستم جمهوری به قول خودشون. میگفتن دیگه جمهوریت معنی نمونده، هیچ جمهوریتی در ایران وجود نداره، یه سیستم ولایت فقیه که از یه سیستم قرون وسطایی است. خاتمی یه قولهایی داشت که این کار انجام بده، ولی بعد از اینکه مردم در دوران خاتمی دیدن که واقعا عبور از ولایت فقیه خیال بیش نیست، سرابی بیش نیست، همش توته از برای کشاندن مردم به صندوقای رای و مشروعیت بخشیدن به سیستم، دیگه از سیستم جدا شدن. هر سال
بیشتر گذاشتن. این انتخابات دیگه ریزش مردم بود. در انتخابات ما دیدیم دولت یه طرف بود، بعد بر طبق آمارهایی که اضافه کردیم، دولت، نیروهای مسلح، نیروهای سرکوب، نیروهای امنیتی، دادگاه ها، محاکم، حوزه های علمی یه طرف بودن، مردم یه طرف. یعنی مشخص شد چه دیگه، مردم از دولت جدا شده، هیچ چیزی به مردم نداره و برای همین انتخابات به این نکته خیلی مهمه. نگاه نهی به انتخابات قدم اول برای برکناری جمهوری اسلامی است. وقتی جمهوری اسلامی میگه ما مال مردمیم، 40 ساله اینو به ما مال مردمی، مردم گفتن این دروغه، این سیستم به ما هیچی. قدم اول برای سرنگونی این دولت گذار از جمهوری اسلامی نست. بعد از نه مرحله جدیدی آغاز میشه، مرحله آلترناتیوی این سیستم. تا تو به این جمهوری نگی نه من تو رو نمیخوام، قدم های بعدی امروز هر چی روی بده، چه مهندسی چه بشه بشه، مردم پیروز شدن، مردم به جمهوری اسلامی نگفتن و کنشگران سیاسی، حتی پیشاهنگان سیاسی خصوصا در کردستان گفتن باید از این به بعد به مرحله گذار از جمهوری اسلامی فکر کرد. نیروهای سیاسی، نیروهای دموکراتیک، زنان، جنبش های دانشجویی، جنبش های کارگری، از این به بعد برنامه دیگه به جمهوری اسلامی نگفته شد. امروز هر چی روی میده بده به گفته شده، پیروز شدیم. امروز مرحله بعد از امروز به بعد مرحله گذار از جمهوری اسلامی با برنامه های دیگری، یعنی وارد مرحله نوینی شدیم. بله، با تشکر از شما جناب آقای غفور محمدی، فعال سیاسی که در برنامه امروز شرکت کردید. با تشکر از شما. بینندگان گرامی، در این قسمت از برنامه ویژه در رابطه با دور دوم چهاردمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران در خدمت شما هستیم و اکنون برای گزارش در رابطه با جزئیات بیشتر در رابطه با انتخابات در ایران و شهرهای شرق کردستان، لاوان محمدی، روزنامه‌نگار از مرکز خبر آرین با ما همراه هستند. لاوان، خسته نباشید. اگر صدای منو میشنوید، آخرین جزئیات از برگزاری انتخابات چیه؟ بله آرام، امروز در واقع ساعت 8 به وقت ایران انتخابات ریاست جمهوری، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رژیم ایران آغاز شد. تا کنون تصاویری که از کسانی، یعنی از مردم به دست واحد خبر آریان تیوی در رابطه با انتخابات، در رابطه با بایکوت انتخابات رسیده، شما بخشی از اونا رو پخش کردید. تصاویری بوده از ایلام، فومن، محلات مختلف تهران و همچنین تصویری که در واقع بسیار جلب توجه کرد در شبکه‌های اجتماعی، قرار گرفتن یک پارچه نوشته در یکی از پل‌های تهران که بر روی اون نوشته بود رأی ما سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی. این تصویر در واقع در شبکه‌های اجتماعی بسیار واکنش پیدا کرده. رسانه‌های خود رژیم ایران، چه روزنامه‌ها و چه خبرگزاری‌های جناح‌های اصلاح طلب و چه اصولگرا، همشون اگه یک نگاهی بهشون بیاندازی، فقط تصاویری همچون دوره اول، تصاویری در واقع منتشر می‌کنن که در اون مقامات رژیم ایران در واقع در اون شعبه‌ها در حال رأی دادن هستن. و حتی اگه تصاویر من دقایق پیش هم تصاویر صدا سیمای رژیم ایران رو نگاه کردم، در واقع کل اون تصاویرها نشون میده که مشارکت خیلی پایینه، علل خصوص در بعضی جاها در مناطق شرق کردستان. مثلا تصویری که پخش شد، حتی اون تصویر هم در برخی از کانال‌های تلگرام هم باز نشد که در اون شعبه در پاوه رو نشون میده که شاید بگم 2-3 نفر در اون شعبه رأی‌گیری حضور داشتند. و
خبرگزاری ایلنا با پستی از پست آذری جهرومی وزیر ارتباطات پیشین رژیم ایران رو منتشر کرده که در اون همچون دیگر مقامات رژیم ایران خواسته که مردم برن رای بدن، ولی در بخشی از اون پیامی که منتشر کرده بدون اشاره به هیچ جناح و در واقع شخص خاصی گفته که تخلفاتی از جنس جانبداری در فرآیند تبلیغات از سوی برخی متولیان برگزاری انتخابات دیده شده. اشاره به هیچ کس نکرده، فقط این پیام و گذاشته که در واقع این پیام هم توسط بسیاری از کانال‌های تلگرامی و همچنین در شبکه اجتماعی ایکس منتشر یافته که آیا این جانبداری یا این تخلفات چی بوده. و علاوه بر اون بسیاری از فعالین سیاسی و مدنی در رابطه با انتخابات امروز به حکم اعدام شریفه محمدی اشاره کردند و اونو به یاد مردم آوردن که در واقع این رژیم تنها در چنین مراسمات نمایشی هستش که به قول خودشون میان و به مشکلات مردم رو در واقع جلب توجه میکنن و اونا رو فقط بازگو میکنن برای مردم. بسیاری از تشکلها این مسئله رو بولد کردن و برای مردم بازگو کردن و علاوه بر اون خانواده های دادخواه دیگر در ایران و شرق کردستان بر بایکوت تداوم بایکوت در واقع از سوی مردم تاکید کردند. بله لوان، بعدن با شما خواهیم بود، با شما همکارانم در رابطه با جزئیات بیشتر، فقط اگر کوتاه بگید امروز در کشورهای اروپایی و محل برگزاری این انتخابات در کشورهای اروپایی تظاهرات و تجمعی برگزار خواهد شد، در این رابطه جزئیاتی هست؟ بله آرام، امروز قطعا تظاهراتی خواهد بود. متاسفانه خبرهایی هم که به دست ما رسیده انگار که دولت سوئد به مجوز برگزاری در واقع اعتراضات رو نداده جلوی شعبای رأی‌گیری در واقع سفارتخانه رژیم ایران، اما مطمئنا تظاهراتی برگزار خواهد شد در کشورهای مختلف، هرچند که در بعضی از کشورها به خاطر اختلاف زمانی در واقع زودتر در فرآیند رأی گیری آغاز شده. اما ما همچنین پیگیری خواهیم کرد که در واقع اگه تصاویری در رابطه با تظاهرات و به دست ما برسه حتما اونا رو منتشر خواهیم کرد، هرچند که این تصاویر مطمئنا تصاویری از سوی مردم و شهروندان خواهد بود که در واقع همچون گذشته به مقابل این شعبات رأی گیری میرن و کسانی که رأی میدن رو مورد انتقاد قرار میدن. بله لوان محمدی از مرکز خبر آریان با تشکر که در این برنامه شرکت کردی و دوباره با شما و همکاران دیگر خواهیم بود در استودیو. بله بینندگان گرامی، در یک ویژه برنامه در رابطه با دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برای تعیین جانشین ابراهیم رئیسی در خدمت شما هستیم. طی روزهای گذشته ویدیوی قدیمی از گفتگوی تلویزیونی مسعود پزشکیان کاندیدای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری ایران در شبکه‌های اجتماعی جلب توجه کرده که در آن از اقدامات خود در اوایل انقلاب میگوید. مسعود پزشکیان در این گفتگو که از شش آذر 93 صورت گرفته میگوید مسئول پاکسازی بوده و قبل از مطرح شدن بحث حجاب در دولت آن را در بیمارستان ها و دانشگاه ها اجباری کرده بود. این در حالی است که او در روزهای اخیر با حضور در دانشگاه تهران و در مناظره های خود مدعی مدافع حقوق شهروندان و مخالفتش با گشت ارشاد و سیاست سرکوب به بهانه حجاب اجباری شد. خانم مینا حدی فعال سیاسی و سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام در واکنش به این اظهارات مسعود پزشکیان یک ویدیو منتشر کرد و میگوید مسعود پزشکیان درست میگوید، من شاهد این موضوع بودم چون من با مسعود پزشکیان در دانشگاه تبریز هم دوره بودم. اول بخش از اظهارات مسعود پزشکیان را با هم میشنویم و سپس برای گفتگو بیشتر در این رابطه با خانم مینا حدی بیشتر گفتگو خواهم کرد که از طریق اسکایپ با ما در این ویژه برنامه همراه خواهند بود. انقلاب که شد مسئول پاکسازی و بازسازی بیمارستان ها و دانشگاه شد. بیمارستان ها و دانشگاه؟ دانشگاه کلن. اون موقع هم شاید که نه، ما وقتی به اصطلاح مسئول شدیم یه بخشنامه کردیم به همه که مثلا باید با این چارچوب بیایید. البته رفتیم با دادگاه انقلاب و با بچه ها هماهنگ کردیم که ما این تصمیم رو میگیریم فردا. هنوز
بحث حجاب اینا نشده بود، هنوز این بحثا نشده بود که چیز بود. بعد از اون دو ماه بعد دولت اعلام کرد که مثلا این اتفاقات باید بیفته. یعنی شما 57 بله ما همون لحظه که مسئولیت گرفتیم برای اینکه بتونیم اون روند چیز بشه، قبلا اومدیم با بچهای مجموعه کسانی که سیاست گذار بودن تو شهر هماهنگ کردیم، با بچهای دانشجو هم هماهنگ کردیم، اگر خواستن مثلا اعتصاب بکنن یا مشکلی پیش بیاد بیمارستان با مشکل مواجه نشه. مجموعه جریاناتی رو که بودند رو هماهنگ کردیم و بعد اومدیم فرصت دادیم، گفتیم تا این فرصت کسی که میاد بیمارستان باید با این شکل بیاد. خب یه سری اعتراض کردن، گفتن این جوریه و اینا، ما هم نشستیم باشون حرف زدیم، ما گفتیم بیرون با شما کاری نداریم، ولی بالاخره بیمارستان این چارچوب اون چیزایی که مثلا گذاشته بودین که مثلا با چه مشخصات بیان، یادتونه گفته بودیم مثلا با چه مشخصات بیان داخل دانشگاه و علاوه ظاهری مثلا بالاخره شلوار باید سرشون رو روسری میگرفتن، لباس آستین بلند باید میپوشیدن، یعنی کاملا یه حجاب و مانتو داشتیم باید. نه بعد ما هنوز حجاب قانون نشده، شما میگید براش طراحی بود، ما گفتیم باید این کارو بکنید و اجرا هم کردیم. بعد از 10 روز دیگه همه، حتی انقلاب فرهنگی دانشکده ما شروع شد، یعنی ما دانشگاه رو بستیم و بعد حضرت امام پیام داد و دانشگاه ها بسته شد. بله بینندگان گرامی، در این قسمت از برنامه خانم اینا حدی، فعال سیاسی و سخنگوی کمیته بین الملل علیه اعدام از طریق اسکای با ما همراه هستند. خانم حدی خوش آمدید. شما یک ویدیو منتشر کردید در واکنش به این اظهارات مسعود پزشکیان که در اوایل انقلاب خلخال در ایران همداری شما بوده در دانشگاه تبریز، و اون شخص میبینیم که با افتخار از سرکوب یاد میکنه. جزئیات بیشتر در این رابطه با این ویدیویی که شما منتشر کردید از خود شما بشنویم. بله سلام عرض میکنم حضور شما و بینندگانتون. منم هر بار همین الانم که پخش کردین این ویدیو رو واقعا بسیار عصبانی میشم، به خاطر اینکه برای من یادآور خاطراتی هست که ما اون موقع در دانشگاه تبریز شاهدش بودیم. همینطوری که میگه درسته، قبل از اینکه در سراسر ایران حمله به زنا شروع بشه در دانشگاه تبریز و در شهر تبریز، البته راست نمیگه، میگه ما گفتیم بیرون کاری باهاتون نداریم، اول از بیرون شروع کردن به ما حمله کردن، یعنی اینکه میگفتن که باید حجاب رعایت بشه تو دانشگاه، ما تو خیابون تظاهرات سازمان میدادیم و اینا اولش با ریش و پش میومدن و شعار میدادن علیه ما و شعارهای سکسیستی بر علیهمون تهدیدمون میکردن. بعد روزهای بعد میدونید مثلا نزدیک 2 ماه این اتفاقات افتاد که میرفتیم خیابون تظاهرات سازمان میدادیم، بعد میدیدیم همین آدما با زنجیر و چاقو دارن به ما حمله میکنن. تو همون ویدیو هم گفتم حمله کردن، میدویدیم تو خیابون از ترس اینا به خاطر اینکه چاقو دستشون بود، و من واقعا این صحنه کامل یادم. یکی از دخترها افتاد، خیلی جوان بود، کم سنتر از من اون موقع، یه لحظه تردید کردم ولی برگشتم گفتم بذار کمکش کنم، و وقتی دوتامون از زمین پا شدیم با چاقوی بزرگ بالای سر ما ایستاده بودن، که تو همون ویدیو گفتم شاید تو بودی پزشکیان که اون چاقو دستت بود. در هر حال در داخل دانشگاه همینطوری که خودشم میگه شروع کردم، به خاطر اینکه ما دانشجوی پزشکی بودیم، بعد روبروی همون دانشکده پزشکی بیمارستان بود، میرفتیم اونجا کار میکردیم، شروع کرد به گفتن اینکه، یعنی شروع کردن به تبلیغات که در محل دانشکده بیمارستان اجازه ندارید بدون حجاب بیاید. من اینو توی ویدیو هم گفتم، الان تو شبکه شما هم میگم. وقتی میرفتم به طرف بیمارستان، چون اونجا کار میکردیم ما پزشکی، کار پرکتیک یا عملی رو توی اون بیمارستان انجام میدادیم، دو تا از همین حزب الله یا جلومو گرفتن، گفت که خواهر حجابتو رعایت کن، گفت شروع کردم به داد و بیداد، به خاطر اینکه اون موقع هنوز تسلط نداشتن. بعد یه دفعه از جیبش یه کلت در آورد، این صحنه را خیلی یاد دیدن، رو به سینم گرفت و گفت میزنمت اگه بدون حجاب بخوای بری، و من همون موقع اینطوری که کتم باز کردم گفتم اگه جرأت داری بزن، و یه لحظه احساس کردم ممکنه بزنه، ولی خب نزد. منظورم اینه که پزشکیان با همین تاکتیک و با همین روش و قبل از اینکه سراسر ایران حمله کنند این کار رو کرد. در مورد انقلاب فرهنگی هم حرف زد، خیلی کوتاه بگم، راست میگه. انقلاب فرهنگی قبل از اینکه در سراسر ایران به صورت دستورالعمل بخواد پیش بره،
پزشکیان در دانشگاه، یعنی دار و دستش خودش هم داره میگه، از دانشگاه تبریز شروع کردن. ما یه روز دیدیم که تمام صحن دانشگاه تبریز پر شد از حزب اللهیایی که سازمان داده بود آورده بود اونجا. ما میدیدیم اینا دانشجو نبودن، ولی اینا یه عده آدمای تحریک شده بودن که با زنجیر و چاقو تو حیات ایستاده بودن. این صحنه ها کاملا یادمه. بعد ما خودمون دانشجوهای خب جوان بودیم، سنگ توی کوله پشتیامون گذاشته بودیم که اگر حمله کردن با سنگا بهشون مثلا جواب بدیم، ولی حمله کردن، همه چیز رو به هم زدن و در نهایت پیروز شدن، دانشگاه رو گرفتن و بعد تانک آوردن. منو اخراج کردن از دانشگاه به خاطر همین که یه تظاهرات بزرگ در شهر تبریز سازمان دادیم، اونجا سخنرانی کردم، گفتم اینا ارتجاعیان، این حکومت حکومت ضد انسانیه. و بعد روز بعد وقتی رفتم برم دانشگاه یه لیستو بهم نشون داد، 50 نفر رو اخراج کرده بودن از جمله من. بله خانم احدی، اجازه بدید من یک مسئله بینندگان مطرح کنم، سپس را با شما ادامه خواهیم داد. بینندگان محترم، اکنون گفتگوی ما در این قسمت از برنامه در مورد پزشکیان است فارغ از کارنامه او، اما به گواه کنشگران اجتماعی و گزارشگاه متعدد، کارنامه سعید جلیلی، دیگر کاندید ریاست جمهوری، جانشین ابراهیم رئیسی، از پزشکیان پاکتر نیست و او هم یک جنایتکار عضو حجتی محسوب می شود. خانم احدی، حالا در این رابطه یک مسئله، یک پارادوکس مطرح است، یعنی مسعود پزشکیان و این سعید جلیلی هم میشه به عنوان یک جنایتکار بر اصول مفاد قطعنامه حقوق بشری و به ویژه در با استناد به مفاد عدالت انتقالی اینا باید محاکمه بشن، اما با این توصیف اینا میخوان برای یک رئیس جمهور، یک کشور رئیس جمهور بشن. ارزیابی شما در رابطه با این پارادوکس چیه؟ بله، همونطور که شما اشاره کردین، خب من بارها با تلویزیون شما مصاحبه کردم و چهره من برای مردم ایران خیلی آشناست، به ویژه در رابطه با مبارزه علیه اعدام. من از روز اول علیه اینا بودم و علیه همه جناحاشون. الان در مورد پزشکیان دارم حرف میزنم به خاطر اینکه داره با یه کارت دیگه بازی میکنه. سالهای سال این کار رو کردن که ما بهتر از اون یکی هستیم، بیاین به ما رأی بدید که خامنه‌ای برگرده بگه که به نظام من دارید مشروعیت میدید، وگرنه همشون جنایتکارن و سیستمی که داره تو ایران حکومت داره واقعا یک سیستم فاشیسم اسلامی هست و به این معنا ما اون رو محکوم میکنیم. تا اونجایی که به سوال شما هم برمیگرده، در هر حال این حکومت حکومتی هست که از روز اول ضد انسانی، ضد زن، مدافع آپارتاید، مدافع کشتار و تا همین الان هر 5 ساعت یه بار داره یه نفر رو اعدام میکنه و به این معنا شرکت تو انتخابات یا مسحکه انتخاباتی این حکومت در حقیقت کمک کردن به ادامه وضعیتی هست که همه این حکومت دست به دست هم دادن و علیه مردم ایران هستند. بله خانم احدی، اما طوری که شما مستظر هستید، یک روز قبل از انتخابات نمایشی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اتهام بغی حکم اعدام علیه شریفه محمدی، یکی از فعالین صنفی و فعالان جنبش کارگری در اینا صادر کرده. شما به نظر شما در این بهبوهای انتخاباتو که خبرهای سرکوب به حاشیه رانده میشه، برای اینکه این اخبار و وضعیت شریفه محمدی و دیگر زندانیان سیاسی در حاشیه نباید چه باید کرد؟ به نظر من این اتفاق بسیار اتفاق مهمیه. شریفه محمدی یک زنه، یک فعال دفاع از حقوق کارگریه و از کردستان هست. یعنی جمهوری اسلامی با محکوم کردن شریفه محمدی به اعدام داره یک قدم دیگه به نظر من جلو میذاره برای اینکه بگه که هیچ فرق نمیکنه چی باشید، چی کار کرده باشید، من اعدام میکنم. معلومه سالهای سال داره اعدام میکنه، ولی به خاطر اعتراضات مثلا زنا را کمتر از مردا اعدام کرده یا اتفاقاتی از این نوع. ولی به هر حال مسئله اصلی به نظر من این هست که این اتفاق مهمه و فراخوان من به عنوان کسی که واقعا سالهای سال دارم علیه اعدام فعالیت میکنم این هست که این مورد بسیار مهمه. همه، هر کس در ایران و در سراسر جهان که این خبر رو شنید باید به هر شکلی که میتونه، مثلا آقای فرهاد میثمی اومد به نظر من خیلی کار خوبی کرد، گفت اگر میخواهید شریفه محمدی رو اعدام کنید دو تا قبر
آماده کنید، چون من هم میام و اعتصاب غذا میکنم. ایشون به این طریق داره اعتراض میکنه که من واقعا درود میفرستم بهشون. به نظر من هر کس هر کاری میتونه بکنه، ما باید کاری کنیم که جمهوری اسلامی مجبور بشه عقب نشینی کنه و این حکم لغو بشه. ما میدونیم جمهوری اسلامی هر روز داره اعدام میکنه و همین توی همین مسکه انتخاباتیش یک کمی کمتر کرده اعدام ها رو، ولی هر 5 ساعت یه بار داره اعدام میکنه، چون این حکومت فقط با زبان کشتن، سرکوب، شکنجه با مردم داره حرف میزنه و به این معنا من شدیداً محکوم میکنم این حکم رو و در این حال از همگان، از همه احزاب، از همه سازمان ها، از همه شخصیت ها، از همه سلبریتی ها میخوام که حتما اعتراض کنن. ما باید اعتراض جهانی گسترده علیه این حکم را بندازیم. همینطوری که گفتم این شاخصه، این تیپیکه، یک زن، یک فعال کارگری، یک نفر از کردستان، همه اینا را در خود جمع کرده برای اینکه نشون بده میکشم، هر چی باشه من میکشم و به این معنا بسیار مهمه مبارزه علیه این حکم اعدام. به عنوان سوال دیگری، میبینیم که حضور زنان برای بایکوت انتخابات خیلی گسترده است و کنشگران حوزه زنان و فعالین حقوق بشری این حضور گسترده زنان را تداوم همون مبارزات اوایل انقلاب خلخال در ایران و تداوم خیزش زن زندگی آزادی قلمداد میکنه. میخوام ارزیابی شما را برای حضور گسترده زنان برای بایکوت انتخابات بدونم. بله، من فکر میکنم واقعا تمام زنان ایران، میلیون ها زن، هم نسل من اون موقع و هم به تدریج، یه تعداد توهم داشتن ولی به تدریج همه دیدن که جمهوری اسلامی با ضدیت با زن تعریف میشه و واقعا اسلحه‌اش حجابه. به این معنا بعد از انقلاب زن زندگی آزادی، بعد از اینکه جوانای زیادی، دختر و پسر، اومدن تو خیابون و علیه حکومت اسلامی شعار دادن، بعد از اینکه حجاب‌ها در ایران به آتش کشیده شد و بعد از اینکه دیدیم مهساها و نیکاها را با سبعیت کامل کشتن، به نظر من الان دیگه برای 99% زنها در ایران روشن شده که دوام و بقای حکومت اسلامی یعنی اینکه اونا به عنوان شهروند درجه چندم حساب میشن، هیچ حقوقی ندارن، حجاب باید سرشون باشه و کماکان جمهوری اسلامی بر محور همین میچرخه که اگر مورد تعرض و تجاوز قرار گرفتن میگیره اعدامش رو میکنه، مثل ریحانه جباری و تمام اتفاقاتی که افتاده. به این معنا به نظر من عکس العمل طبیعی زنها در ایران این هست که وسیعا دارن تحریم میکنن انتخابات رو و همه مردم، فقر و نداری و بدبختی و همه چیز باعث شده که مردم زیادی تحریم بکنن و به نظر من این بسیار خوبه. امیدوارم امروز هم گسترده تر باشه این مسئله و خامنه ای ببینه که مردم ایران خواهان سرنگونی حکومت اسلامی هستن و این پیام رو محکمتر از جمعه گذشته دریافت کنن. بله، خانم مینا حدی، فعال سیاسی و سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام، سپاسگزارم از حضورتون در این ویژه برنامه. من تشکر میکنم از فرصتی که در اختیارم گذاشتید. بله، بینندگان گرامی، با یک ویژه برنامه در رابطه با دور دوم انتخابات برای جانشینی ابراهیم رئیسی در ایران در خدمت شما هستیم. این انتخابات امروز ساعت 8 به وقت تهران آغاز شده است و تصاویر و گزارشایی که به مرکز خبر آریان مخابره شده حاکی از این است که در بسیاری از شهرها و مناطق شرق کردستان و ایران این انتخابات با بایکوت گسترده روبرو بوده است. برای گفتگو بیشتر جانزیب بلوچ روزنامه‌نگار در اینجا استودیو با من است. جانزیب، خوش آمدید. آخرین جزئیات در رابطه با این انتخابات و بایکوت ها بگو، از ایران و شرق کردستان، بعدم منطقه بلوچستان چه خبره؟ درود بر شما و بینندگان تلویزیون آریان. برای بایکوت هم اینگونه که شما اشاره کردین، در مناطق مختلف از فیلترینگ خیلی بیشتر شده نسبت به روزهای قبل. در بلوچستان شما اشاره کردین، امروز صفحه اینستاگرام پایگاه خبری رسان که اعلام کرد که به صفحه اینستاگرامش عمله شده و همزمان گفت که به حال اون بخشی که پیام رسان صفحه بسته شده، یعنی پیام از داخل برای اون صفحهشون نمیتونن ارسال بکنن. بایکوت در بلوچستان، خب انتظارش بود که بایکوت داشته باشیم. به هر حال در کنار اینی که ما در بلوچستان بایکوت انتخابات داریم، اینی که رژیم هم داره سعی میکنه با فیلترینگ شدید اینترنت جلو این صحنه ها و تصاویر بایکوت داره بگیره، همزمان داره از یه سری افراد با نفوذ داخلی در میان جامعه بلوچستان استفاده میکنه که مردم هر جوری شده امروز به پای صندوق های رای بکشونه. به هر حال بافت سنتی جامعه بلوچستان، چه از نظر مذهبی چه از نظر طایفه‌ای و قبیله‌ای، به هر حال دست رژیم
باز گذاشته که از این ترفند استفاده بکنه، اما در مقابل به هر حال فعالین مدنی و غیره مردم رو سازماندهی کردن در طول از آغاز انقلاب زن زندگی آزادی حوادثی که در بلوچستان رخ داد، جمعه های خونینی که اتفاق افتاد، اما این بار مردم به هر حال با اون شکل سنتی سابق برخورد نمیکنن و دارن سعی میکنن که نه بگن به تمام افرادی که در طول 40 سال اخیر به هر حال موره و بازیچه یا ابزار رژیم برای این بود که مردم رو مدیریت بکنن. در سراسر ایران هم بایکوت به هر حال وجود داره، تصاویر لحظه به لحظه ما داریم تصاویر دریافت میکنیم، برخی تصاویر در برنامه شما هم پخش شد، به هر حال همکارانمون ما هم اومدن اینجا صحبت کردن در رابطه با تهران و مناطق مختلف از جمله شرق کردستان، در ایلام تصاویری منتشر شده بود از اینکه حتی یک نفر پای صندوق رای نیامده بود، یعنی صندوقی که در یکی از مدارس استان ایلام در شرق کردستان بود، در تصاویری هم که به دست ما رسید حتی یک نفر در مقابل اون محله اخس رای حضور نداره و این نشون میده که خلق کرد مانند هفته قبل حاضر نیست به پای صندوق‌های رای بیاد، علارغم اینکه خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم داره سعی میکنه تصاویری منتشر بکنه از شهرهای مختلف از اینکه نشون بده حضور مردم در انتخابات پرشور بوده. به هر حال اون تصاویری هستن که همه ما که به هر حال تجربه زندگی در ایران رو داریم، به هر حال داخل بودیم ته سال‌های اخیر، ما میدونیم و درسته با این تصاویر سعی میکنن افکار عمومی جهان را به هر حال فریب بدن، اما مردم خود ایران نمیتونن فریب بدن چون سپاه پاسداران با این ترفند که خبرنگارای امنیتی خودشون قبل از اینکه اون تصاویر ضبط کنن یه سری نیروهای امنیتی، نیروهای نظامی و غیره را بسیج میکنن پای صندوقهای رای و یه سری تصاویر ضبط میکنن و مشخصا ما اون تصاویر مثلا جمهوری اسلامی نمیتونه از یک محله اخس رای چندین تصویر در زمانهای مختلف مثلا صبح، ظهر، عصر یا مثلا غروب پخش بکنه و این خودش نشون میده که صندوقهای رای برای دقایق جمهوری اسلامی یک صفحه کوتاه درست میکنه، یه گزارشی ضبط میکنه و موفق نمیشه که به هر حال نشون بده یا فریب بده ما را که مردم دارن رای میدن. بله، اگر شما پیگیری کرده باشید با همکارانمون در مرکز خبر و کنشگران اجتماعی و فعالان صنفی این انتخابات را بایکوت کردن، دلیل عمده این فعالان و این کنشگران در این مقطع برای بایکوت چیه؟ چه دلایلی مطرح میکنه که برجسته بود از نظر شما؟ ببین به نظر من اون پروژه اصلاحاتی که به هر حال اواخر دوره هاشمی یا مثلا محمد خاتمی اومد آغاز کردن، این پروژه شاید در اون اوائل یه امیدواریایی به مردم داده بود که میشود مسیر مثلا حکومت ها تغییر داد و برای حکومت هدایت کرد به سمتایی که معقولانه تر و درست تر. ولی الان ما در برای دوره ای هستیم که تمام اون امیدا شکست خورده، حتی کسایی که در سال 88 برای اصلاح طلبی و اون جنبش اصلاح طلبی ایران کتک می‌خوردن، شکنجه شدن، زندانی شدن، امروز در صف برای مبارزانی قرار گرفتن که برای به دنبال سرنگونی حکومت هستن. حکومت در برای از سال 88 به بعد ثابت کرد که اصلاح پذیر نیست و امکان اصلاح پذیر بودن حکومت هم صفر شده، چون حکومت به دنبال خالص سازی بوده. ما در هم در انتخابات 1400 و هم در این انتخابات دیدیم حکومت قطعا به دنبال خالص سازیه و کسایی هم که دارن شعار اصلاحات میدن از جمله آقای مسعود پزشکیان خودشون همزمان به هر حال میگن دستشون بسته، یه سری مسائل دست رهبر جمهوری اسلامیه و همزمان که با این که میگه من فرق میکنم با آقای جلیلی و باز خودشون مطیع فرمان رهبر جمهوری اسلامی میدونه. پس پروژه اصلاح طلبی شکست خورده و این باعث شده فعالان صنفی به هر حال فاصله بگیرن، رادیکال تر بشن نسبت به دوره های قبل که ما میبینیم همین الان وقتی فعالان صنفی معلمان میان انتخابات تحریم میکنن، ده ها معلم در زندان احکام سنگینی گرفتن، فعالان کارگری زندانی شدن، سرکوب شدن، بازنشسته ها که به هر حال با سن و سالهای مسن هستن، زنان و مردانی که در خیابان های مختلف ایران در طول دو سال اخیر هر هفته در خیابان بودن برای اعتراضات سرکوب شدن. دقیقاً اعتراضات کارگری الان بیش از 10 روز کارگران برال پتروشیمی و صنعت نفت دارن اعتراض میکنن و برال مثلا وقتی ما صحنه های کتک خوردن پیرمردان و پیرزنان در خیابان ها رو میبینیم، کسایی هستن که بازنشسته هستن، حداقل 30 سال کار کردن در چارچوب امین حکومت، امین دولت، وقتی میان حقوقشون رو مطالبه میکنن کتک میخورن. پس رای به غیر از گذر از رژیم جمهوری اسلامی وجود نداره و این قطعاً یکی از باید بگیم که یکی
یکی از دلایل عبور مردم از این نظام و به هر حال مسائل حقوق بشری بزرگتری هم وجود داره از جمله حقوق زنان. الان زنان در سال 1403 چرا بعد از 45 سال باید بیان رأی بدن؟ چرا باید امیدوار بشن که رژیم اصلاح پذیر وقتی در کوچکترین مسائل زنان حل نشده؟ مسئله زنان به خاطر مسئله حجاب کشته میشن در خیابان، بیش از 485 نفر از معترضان کشته شدن فقط به خاطر یک مسئله ساده به نام حجاب اجباری که حکومت درست کرده. از نظر ماهایی که مثلا برال معتقدیم که حجاب برال یک عقل یک آزادیه که زن باید داشته باشه، وقتی ما میگیم مسئله ساده از این نگاه داریم نگاه میکنیم، وگرنه از اون نگاه دیکتاتور مستبدانه که حکومت داره اصلا یک مسئله ساده نیست و حکومت وارد اون مسئله شده. وقتی حکومت وارد اون مسئله شده، مسئله از سادگی عبور کرده و بزرگترین چالش امنیتی سیاسی و میتونیم بگیم حقوق بشری ایران تبدیل شده. بله، سپاس شما جانزی بلوج از مرکز خبر ایران که دیدین و ویژه برنامه امروز شرکت کردید. درود بر شما. بله، بینندگان گرامی، با یک ویژه برنامه در رابطه با انتخابات دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران از تلویزیون آریان در خدمت شما هستیم و در این قسمت از برنامه آقای بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری و زندانی سیاسی سابق، از طریق اسکای با ما همراه هستند. آقای ابراهیم زاده، خوش آمد میگم به شما. همزمان با فراخوان‌های کنشگران اجتماعی و فعالان صنفی برای بایکوت این انتخابات، می‌بینیم جعفر یعنی اسماعیل عبدی و عزیز قاسم زاده در یک بیانیه مشترک این انتخابات را بایکوت کردند. شما اگر این بیان را دیدی باشید، چه نکاتی قابل توجه است در این بیانیه این فعالان صنفی و از دلایل اهمیت دلایل برای انتخابات این برای بایکوت انتخابات بگید لطفاً. منم سلام عرض می‌کنم و بینندگان تلویزیونتون. اول بذارید تبریک بگم به 60% که نه بزرگ به جمهوری اسلامی گفت و در انتخابات شرکت نکرد. به نظرم این 60% پیام بزرگی رو در مرحله بعدی ده. پیام بعدیشون اینه که دفعه بعد، مرحله بعد، ما تپ خیابون حرفمون رو خواهیم زد و به نظرم پیروزی بزرگه. و امروز تا همین لحظه هم که مهمانان شما هم تا الان که من گوش کردم متوجه شدم که با عکسایی که منم تو مدیا اجتماعی دیدم و دریافت کردیم، متوجه شدیم که بازم مردم دارن نه بزرگ به جمهوری اسلامی میگن و شرکت نکردن. خیلی از جایی که برای انتخابات بوده خالی بوده و بازم به شیوه و ترفندهای مختلف رفتن در خونه ها رو بزنن و با تکنیکای مختلف و دلالان گوناگون اصلاح طلب مثل همیشه به تکاپو افتادن که هر کل شده مردم رو به پای صندوق های رای ببره. اما در مورد بیانیه اسماعیل عبدی و عزیز قاسم زاده که هر دو از دوستان و همکاران هم طیفه خودم هستند، اسماعیل عبدی باش ماها در بند 4 زندان اوین همبند بودم، بله، بیانیه محکم و قرصی دادن و تاکید کردن که انتخابات زمین بازی فعالان صنفی و مدنی نیست و گفتن که ناامیدی و استیصال بدهی ترین نتیجه رکود اجتماعی است که به تاکید کردن برخوردهای سنگین امنیتی فضایی با اقشار مختلف مردم از فرودستان، توییدستان، کارگران، معلمان، از جوانان و زنان تا روشنفکران و هنرمندان، نویسندگان موجب شده که دیگر هیچ امیدی به روزنه گشایی و تغییر وجود نداشته باشه. به حضور گشت ارشاد و خود قهر آمیز با زنان، کارگران، بازنشستگان و تداوم احضار و بازداشت فعالان صنفی کارگری تأیید کردن. عدم توان، یک نکته مهمی که بهش اشاره کردن، عدم توان سازماندهی در بین جریان‌های شناسنامه داره که ضروری است. یعنی تأکید کردن که جنبش‌های اجتماعی موجود از جنبش زنان گرفته تا کارگران، پرستاران، بازنشستگان، روشنفکران باید دست به یک خود انتفاضی حقیقتش بزنند و راهی برای پیوند عمیق با لایه‌های دیگر اجتماعی پیدا کنند. و در پایان این نکته هم بگم، تاکید کردن که ضعف بزرگی توان بزرگی در همبستگی باید در متن جمهوری اصلاح‌پذیر درس در میان مردم بازار هزینه بشه، نه در ستادهای انتخاباتی. و این نکات مهمی بود که بهش اشاره کردن. و در کنار اون شورای هماهنگی، دیگر تشکل‌ها هم از عدم شرکت در انتخابات تاکید کردن که در انتخابات نمایشی و فرمایشی اصلا شرکت نخواهند کرد. بله آقای ابراهیم زاده، می‌بینیم که این انتخابات یعنی دور اول و عدم شرکت مردم به صورت گسترده خامنه‌ای را هراسانده است. می‌بینیم که بعد از چند روز اومد گفت این شرکت کردن در این انتخابات آبرو و پشتوانه این نظام است. خب با توجه به این بایکوت گسترده و به تعبیر حرفای خامنه‌ای، خب جمهوری اسلامی دارای پشتوانه مردمی و آبرو نیست دیگه. تحلیل شما در این رابطه چیه؟ ببینید، به نظر من جمهوری اسلامی و خود خامنه‌ای تا زور نباشه، تا فشار از بالا نباشه، تا متوجه نشه که واقعا اکثریت مردم نمیخوان. الان متوجه شدن که 60% مردم
با جمهوری اسلامی مخالفت کردن. این پیام مهمی داره، این 60 درصد یه همبستگی و یه اتحاد ایجاد کردن علیه جمهوری اسلامی، خواسته های معینی دارن، به این رسیدن که آقا در انتخابات دیگه با انتخابات با شرکتگان در انتخابات نمایشی 45 سال اینو ما تجربه کردیم، شرکت از کردیم و حالا که نکردیم که دیگه جواب گیو نیست. به نظرم پیامش خامنه ای به این نتیجه رسیده و الان نوع گفتمان خامنه ای هم مثل سال 88 نیست که با دیدید که صحبتاشو هم دیدید که خودش هم اعتراف کرد که قابل قبول نیست، 60 درصد شرکت نکردن و این مایه آبروریزی نظامه. ولی با واکنش‌های ایشون قبل از در سال 88، قبل از اون، بعد از اون، در بعد از اعتراضاتی که در ایران شکل گرفتم، دیدیم که چجوری با محکم و قرص و خط و نشون برای مردم تعیین می‌کرد. در حال ما الان در حالی در انتخابات قرار داریم که همچنان سرکوب هست، حفقان هست، زنان، جمهوری اسلامی با زنان در همین خیابان در جنگ، اعتراضات کارگران پروژه نفت، کمپین موسوم به 14-14، کارگران ارکان ساله و پرونده، و در عین حال کارگران ذوب آهن همین الان در کف خیابان هستن، مال باختگان در کف خیابان هستن. یعنی قشرهای بزرگ جامعه، لایه های عظیم جامعه همین الان در حال اعتراض هستن. ولی اما در عین حال جمهوری اسلامی در جنگ وسیع علیه فعالان کارگری حکم اعدام صادر میکنه. هم اکنون بیش از 15 تن از زندانیان سیاسی، اگه وقت باشه من اشاره کنم، نسیم غلامی سمیاری، حمیدرضا سهل‌آبادی، احسان روژان جیانی، امین سخنوری، علی هراتی مختاری، حسین محمد حسینی، حسین اردستانی، امیر شاه ولایتی، وحید بنی عامریان، پویا قبادی، محمد نقدی، مجتبی تقوی، بابک علیپور، ابوالحسن منتظر، اصغر دانشور، سامان یاسین، رضا رضایی، محمود بهرامی و خیلی های دیگه در خطر اعدام هستند. یعنی جمهوری اسلامی فضای باز کرده که برای مردم، برای تشکل‌ها، برای فعالان سیاسی هیچ روزنه‌ای نمیده. مردم امروز هم ثابت کردن که یک نه بزرگ باید به جمهوری اسلامی گفت و در این انتخابات واقعا شرکت نکرد. هیچ امیدی نیست. ببین رژیم با راه‌اندازی موج بد و بدتر به نظرم خاص مردم به پای صندوق‌های رای بکشونه، ولی پاسخ مردم به خامنه‌ای فقط یک نه بزرگه که امروز هم همراه خواهد داشت. هیچ امیدی به نظرم به تغییر وضعیت در وضعیت حقوق بشر، رفاه، عدالت، آزادی بیان با انتخابات هیچ، با انتخاب هیچ یک از این کاندیدها به اصلا مسیر نیست. یعنی فرقی نمیکنه چه کسی بیاد، چه پزشکیان بیاد که یک جنایتکاری که در دهشت خودش احتراف کرده، چه کارایی کرده و چه جلیلی که متهمه که به طالبانیزم کردن. ولی من میگم همین الان ما جمهوری اسلامی طالبانی داریم، هیچ فرقی با طالبانش که در افغانستان مستقره نداره. در این 45 سال ما دیدیم که جمهوری اسلامی چه جنایتایی که نکرده. امروز در ایران، در کردستان، در بلوچستان هر کسی حرفی میزنه، اعتراض میکنه، به فقر، به بیکاری، به نبوت امنیت شغلی، به آزادی، جوابش سرکوب گلوله است، پاسخش اعدام و زندانه. ما میبینیم در کردستان با گلبران، با رنجبران اینا چیکار میکنن، در بلوچستان چیکار میکنن. ولی امروز مردم کردستان، مردم بلوچستان یک نه بزرگ دیگه به جمهوری اسلامی دارن. بله جناب ابراهیم زاده، شما در رابطه با وضعیت این فعالینی که در زندان جمهوری اسلامی صحبت کردی، ولی میبینیم یک روز قبل از برگزاری دوم انتخابات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شریف محمدی که یک فعال صنفی است را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرده است. شما این را چگونه ارزیابی میکنید و برای اینکه این صدای این زندانیان سیاسی از جمله شریف محمدی و دیگر زندانیان سیاسی در حال هوای این انتخابات در حاشیه نمای چه باید کرد؟ ببینید من سالها در زندان‌های جمهوری اسلامی هستم، از تجربه خودم میگم. شریف محمدی یک فعال کارگری است که خیلی خوب میشناسم، ما رفت و آمد با هم داشتیم، عضو کمیته هماهنگی بود، الان چند سالی اصلا عضو کمیته هماهنگ نیست، ولی متأسفانه جمهوری اسلامی در اوج وقاحت و بی‌شرمی به یک فعال کارگری در رشت ما دیدیم دیگه، طی همون محاکمات غیر علنی حتی دسترسی به وکیل درست حسابی هم نداشته، متأسفانه حکم اعدام داده، حکم بغی داده، یعنی اقدام مسلحانه کرده. من نمیدونم شریف محمدی چگونه میتونه اقدام مسلحانه، طبیعی است که در سال 88 هم به خیلی از فعالین کاری، به خود منم حکم اعدام و 20 سال دادن که در نهایت با احتراز وسیع جامعه جهانی در داخل و خارج این حکم شکست و کمتر شد. ولی در حال شریف محمدی میخوام بگم که فقط و اینو من نکته اول بگم، شریف محمدی الان حکم گرفته و جمهوری اسلامی در حال این حکم داده که جنگ عظیم علیه زنان در خیابان ها شروع کرده، کارگران، بازنشستگان، پرستاران همکنون در خیابان هستن، بسیاری از فعالین کارگری دیگر در زندان هستن، مثل رسول بداوی، مثل همین دوستمون آقای قاسم زاده که میدونیم با مشکلات بیماری هم رنج میبره. ولی در حال
به نظرم اعدام حکم اعدام شریفی یک گروگانگیریه و صدور به خاطر فعالیت صنفی در شرایط که تشکل‌های کارگری همین الان برای ایجاد تشکل‌یابی در ایران دارن سخت گیرانه دارن تلاش میکنن و از پای ننشستن و این صدور حکم فقط به نظر من برای ایجاد ترس و وحشت و در جامعه است که جامعه رو عقب برانه. ببین ما به فعال کارگری خودشون میدونن فعال کارگری فعال صنفیه، فعالیت‌های حزبی نمی‌کنه، اقدام مسلح نمی‌کنه. می‌خواد نشون بده که ببینید ما با یک فعال کارگری همچین برخوردی می‌کنیم. پس جامعه باید بدونه که ما برخورد قهرمانی می‌کنیم که کرده. ولی خوشبختانه تا همین الانم اعدام شریف محمدی واکنش‌های بسیار گسترده‌ای در داخل و در خارج از خود نشون میده، از جمله زندانیان سیاسی که مثل فرهاد میثمی که در زندان من با ایشون هم همبند بودم به یک بیانیه خیلی تند و محکمی داده، گفته قبرم برای من بکنید در محکومیت اعتراض به شریف محمدی. تشکل‌های کارگری، بسیاری از سازمان‌ها نهادها در خارج کشور بیانیه دادن و محکوم کردن این حکم اعدام شریف محمدی. ولی در نهایت من فراخوانم اینه که علیه این اعدام باید به میدان اومد، در داخل در خارج علیه جمهوری اسلامی بسیج کرد و تا حکم اعدام شریف محمدی و دیگر کسایی که من بهش اشاره کردم در صحبت‌های قبلی که حکم اعدام دارن باید ملغا بشه. جمهوری اسلامی واقعا مایه ننگ بشریت، واقعا ننگ مردم ایران، یه همچین حکومتی ضد انسانی، ضد زن، ضد کارگر، ضد کودکی در حال بر مردم تعمیل شده است. بله جناب بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری و زندانی سیاسی سابق، با تشکر از شما که در این ویژه برنامه در رابطه با انتخابات دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردید. منم ممنون از ولی بینندگان گرامی، در این قسمت از این ویژه برنامه در رابطه با دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران، جناب آقای طاهر علیپور عضو پیشین انجمن صنفی معلمان کردستان هم از طریق اسکایپ با ما همراه هستند. آقای علیپور خوش آمد میگم به شما. میدونید که بسیاری از کنشگران صنفی معلمان انتخابات را بایکوت کردند و دو روز پیش میدیدیم که اسماعیل عبدی و عزیز قاسم زاده در یک بیانیه مشترک این انتخابات را بایکوت کردند و از معلمان فعالین صنفی خواستند که در این انتخابات شرکت نکنند. میخوام ارزیابی شما را برای دلایل بایکوت این انتخابات داشته باشیم. سلام عرض میکنم، منم تشکر میکنم از این دعوتتون، از این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. بله معلمان پیشرو، معلمان متحد، معلمان دلسوز با هم متحد شدن، همراه دیگر اقشار مختلف مردم و ملیت‌های گوناگون ایران این انقلابات رو بایکوت کردن، این انقلابات رو تحریم کردن و یه نه بزرگ گفتند. یعنی اصلا حاکمیت شوکه شد، و خامنه ای 5 روز قفل کرد، اینو بی تعارف بگیم، 5 روز تمام قفل کرد و هیچی نگفت و بعد که اومد بسیار 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 تغییر کرده بود. این تغییر ساختاری نیست، به هر حال یه شوکی به یه آدم دیکتاتور وارد شده و ایشون اومد و چیز کرد و توجیه کرد و مثل کودکان شروع کرد حرفای خودش رو نقض کردن، حرفای رو که قبلا زده بود، که در سال 80 زده بود که بله اگه دموکراسی‌های غربی ننگ براشون که 40% باشه، ولی خودش وقتی رسید به 40% نه، مردم کار دارن، مردم گرفتاری دارن، همه این رأیایی هم که ندادن اعتراض به نظام نیست. در واقع من باید اینو بگم، یک تعبیر رو از آقای حاتم قادری استاد دانشگاه به ودیعه بگیرم که گفت، اونم از فیلسوفان اروپای شرقی به ودیعه، این رهایی ذهن مردمانیه که در ایرانند از این دیکتاتوریه. یعنی اگه ما سال 76 به خاتمی رأی دادیم برای اینکه به ناطق نوری رأی ندیم و سال مثلا 88 در جنبش سبز ما گروهی از ایرانیان، نه من شخصی، گروهی از ایرانیان رفتن پشت سر موسوی به خاطر اینکه احمدی نژاد رأی نیاره و و و و و این تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی رو من دارم میگم و این رأی رأی اعتراضی بود، رأی اعتراضی به خامنه ای بود، این بار تبدیل شد به یک رأی ایجابی، مردم گفتن ما اینیم. یعنی یک بلوک سیاسی در جامعه ایرانی، در جغرافیای سیاسی ایران برای خودشون تعریف کردن. 60% گفتن نه. الان این اگه 60% هم بگیم 10% نه، کسایی هستن که هیچ وقت در انتخابات شرکت نمی کنند،
50%، یعنی نصف جمعیت رای دهنده جامعه ایرانی، مردمان ایران خودشونو تعریف کردن در یک بلوک، در یک بلوک سیاسی. اون بلوک سیاسی میگه نه، من رأیم ایجابیه، من دارم تحریم میکنم، من نماینده سیاسی ندارم، من اون کسایی که در این انتخابات هستن، در این ویترین شما چیدید به عنوان نامزد، هیچ کدومشون منو نمایندگی نمیکنن و من نمیگم. این نه رو محکم ایستاد جامعه ایرانی به کمک کار روشنگری کارگرا، معلما، استادان دانشگاه، دانشجوها، زنان و تمام اقشاری که متشکل شدن، سازمان درست کردن، نهادهای مردم نهاد درست کردن، اینو درست کردن و اینو به جامعه منتقل کردن و جامعه هم گرفت و جغرافیای سیاسی ایران رو برای همیشه متحول کردن. من تأکید میکنم اینو نباید کوچه گرفت، اینو اصلا نباید کوچه گرفت. این رأی اعتراضی نبود، این رأی ایجابی بود. یعنی ما بعد از این در بلوک سیاسی ایران، در جغرافیای سیاسی ایران، ما باید اینو جشن بگیریم. ما یک جامعه داریم که 50%ش خودشو در یک بلوک سیاسی تعریف کرده و من میگه من هستم، من باید بهم جا داده بشه. و این تداوم انقلاب ژینا بود، زن زندگی آزادی بود و این اوج رهایی ذهن مردمان ایران است و میخوان یک جغرافیای سیاسی دیگر کنن. نه به سلطنت طلبان بود، نه به ولایت فقیه خامنه ای بود و نه به فرعونی بود. من بیشتر از این نمیتونم تأکید کنم در این پیروزی. خامنه ای کسی بود که سالهای سال حکم میکرد، 35 سال از زمامداریش میگذره، کلمه ای بهتر از تفرعون براش پیدا نمیکنم. ایشون فرعون زمانه. ایشون من چون بچه آخوندم، بذاری یک کلمه از قرآنم بگم. انا فرعون میگفت انا رب کمول اعلا، من خداوند بزرگوار شما هستم. یعنی فرعون اینقدر مغرور شده بود که میگفت من خداوند بزرگوار شما. خامنه ای در همین جایگاه ایستاده و میخواد بگه من خداوند بزرگوار شما هستم و به شما اجازه نمیدم و من این چینش و این مهندسی انتخابات رو اجرا میکنم. و مثلا یک کهنه پاسدار رو به اسم اصلاح طلب پزشکیان آورد که رأی بگیره از مردم، که دوباره مردم رو بعد از انقلاب ژینا به یک اصلاح طلب بعد از 15 سال اجازه داد که بیاد و در انتخابات شرکت کنه و اون کسی است که اصلاح طلب واقعی هم نیست. و من اینو بگم الان در جغرافیای سیاسی ایران ما 3 قطب داریم، اصولگرایان که 5% دارن، اصلاح طلبان که 10%، 15% دارن و ما هستیم کسایی که طرفدار فدرالیسم یا کنفدرالیسم یا دموکراسی یا سکولاریسم هستیم که 50% بیشتر هستیم. و ما اگه یک ببخشید من حرفمو کوتاه میکنم، و اگه یک دموکراسی بود مثل فرانسه وقتی شکست خورد حزب حاکم، خودشو اعلام انتخابات آزاد کرد و گفت من دوباره به رأی عمومی مراجعه میکنم. خاتمی اگه جرأت، خامنه‌ای اگه جرأت داشت و اگه انسان صادقی بود، باید اعلام انتخابات آزاد میکرد، باید ما یک زلزله سیاسی رو داشتیم، باید کل جغرافیای سیاسی عوض میشد، از حکومت تا مجلس عوض میشد و حکومت به دست مردم و نمایندگان واقعی اونا گذاشته بشه. بله آقای علی، شما از دلایل بایکوت کردن و اینکه نه قاطعی به جمهوری اسلامی گفتید، همین ببینیم که مدعیان این کاندیداها و رسانه‌های جمهوری اسلامی که بخشی از معلمان و بخشی از فعالان صنفی از دولت آینده یک انتظاراتی دارن در این رابطه مطرح شدن، ولی میبینیم که در فراخوان‌ها میگن ما از دولت جمهوری اسلامی و از دولت آینده و رئیس جمهور انتظاری نداریم، ما خواهان تغییر این وضعیت هستیم. میخوام ارزیابی شما در این رابطه داشته باشیم، لطفاً اگه کوتاه میشه. حتما. ببینید خود پزشکیان در همه جا گفته من پیرو آقای خامنه ای هستم، من ارادت دارم، من تحمل ندارم که بهشون توهین کنی، و گفته سرلوحه من، سرمشق من، هر کی اومده تو استاد من خوش اومد، ولی من راهبرهای مقام معظم رهبریه. مقام معظم رهبری هم در همین آقای ولایت صفیح، همین در همین آخرین سخنرانی خودش هم گفته من دنبال اجرای برنامه‌های داخلی و خارجی خود هستم. برنامه‌های داخلیشون چیه؟ اعدام شریف محمدی فعال کارگریه، انحلال تمام نهادهای سیاسیه و تقلیل عمل سیاسی و اکت سیاسی به یک کهنه پاسدار آوردنش و گذاشتنش اونجا که بیاد فوقش اکت، یعنی آخرش آخر
که اون میتونه بکنه برنامه توسعه چند ماه اجرا کنه. این آیا جامعه ایرانی رو نمایندگی میکنه؟ به هیچ وجه، به هیچ وجه. و اون آقای پزشکیان صادقانه داره، من هیچ کار دیگه ای نمی کنم، من هیچ قولی نمی دم، هر کس که اومده استاد بیاد، ولی من برنامه های مقام معظم رهبری رو اجرا می کنم. من به این خاطر میگم کسایی که هستند، کسایی که هستند اومدن خودشون هم میدونن که نمیتونن هیچ کاری بکنن، فقط تنها اینا روی یه چیز حساب کردن، خودشیرینی برای فرعون زمانه. به نظر من این انتخابات کاملا مشخص کرد. یه بار دیگه هم باید بگم رأی بزرگ ایجابی بود به نه به تمام سیاست‌های 35 ساله خامنه‌ای. سیاست‌های 35 ساله خامنه‌ای رو میتونیم در 3-4 چیز خلاصه کنیم: حمایت از نیابتی‌ها، حکومت اسلامی دینی که یه جمهوری اسلامی هم باقی نمیمونه. یعنی وقتی جلیلی رو میاره، من از رادیکال‌ترین جناح راست حکومت خودش رونمایی کرد و میخواد اونو به قدرت برسونه و شکست دادن همه تلاشایی که در جامعه مدنی میکنه با دادن حکم اعدام در دادگاه‌های ناعادلانه به فعالان کارگری، فعالان صنفی، فعالان معلمان، دانشجویان و همه اینا بلد. و اگر تظاهراتی شد، شلی کردن به قلب به سر معترضان، به چشم معترضان و کور کردنشون. خامنه ای هیچ فرعون زمان است و تا وقتی ایشون هست در رأس حکومت و همه قدرت‌ها رو در دست خودش قبضه کرده، هیچ راهی نیست، هیچ راهی نیست و جز فریب دادن خودمون ما هیچ کاری نمی‌کنیم اگه بخوایم در این نمایش شرکت کنیم. بله، با تشکر از شما جناب آقای طاهر علی پور، عضو پیشین انجمن صنفی معلمان کردستان، که در این ویژه برنامه امروز تلویزیون آرش شرکت کردید. ممنون از شما، ممنون از این فرصت. بله بله، بینندگان گرامی، با یک ویژه برنامه در رابطه با دور دوم انتخابات، به اصطلاح انتخابات برای تعیین جانشین ابراهیم رئیسی در ایران همراه شما هستیم. این انتخابات امروز ساعت 8 صبح به وقت ایران آغاز شده است و اکنون از مرکز خبر آریان آزاده بارزاده با ما همراه هستند. آزاده، خسته نباشید و از جزئیات در رابطه با برگزاری انتخابات، چه جزئیاتی به مرکز خبر ارسال شده و پیشبینی‌ها چی میگن برای شرکت در انتخابات؟ سلام آرام، وقتت بخیر. اول یه نگاهی داشته باشیم به توییت مسعود پزشکیان که از مردم خواسته بود که در انتخابات شرکت میکنین حتما اینکه از پیشوند دکتر برای من استفاده نکنین و اینکه حتما با خودتون خودکار آبی به صندوق‌های رأی بیارین، از خودکارهای اونا استفاده نکنید. این نشون میده که حکومت در خودش تردید داره به نسبت به اینکه مردم بیان رأی بدن و تقلب در انتخابات چقدر میتونه بالا باشه. این نشون میده که هنوز حتی بدن نظام هیچ کمشون به همه اعتماد ندارن و اینکه از مردم میخوان وقتی میان خودشون با خودشون خودکار بیارن و اینکه مثلا از کلماتی استفاده کنن که بهشون کاندیدا بهشون دیکته میکنن که اینجور برخورد کنید که بخوان جلوی تقلب در انتخابات رو بگیرن. و همچنین سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده انتخابات در 95 کشور در حال برگزاری است که میدونید تصاویری که به دست ما رسیده نشون میده که در استرالیا از ساعت اولیه که انتخابات برگزار شده مردم تجمع اعتراضی برگزار کردن و در مورد اون به قول گفتنی کمپین شرمساری، اونهایی که میرن رأی میدن بهشون میگن که شما انگشت تو خون جوانان میزنید، ما در انقلاب زندگی آزادی و پیش از اون خیلی شهید دادیم و طی این مدت هم جوانان زیادی کشته شدن و همونجور که میدونید روز گذشته برای شریفه محمدی حکم اعدام صادر کردن که این رو در این تجمعات ذکر میکنن و به کسایی که میرن رأی میدن اینها رو گوشزد میکنن که بدونن که این کاری که اونها دارن میکنن خیانت در حق مردم ایران و جوانان ایران هستش. و رسانه‌های حکومتی ایران حالا طبق تصاویری که منتشر میشه میبینیم که رسانه‌ها به مکان‌هایی میرن که سران حکومتی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در اونجا حضور دارن و پای صندوق‌های رأی هستن، میرن اونجا از مردم گزارش تهیه میکنن و در این
گزارش ها سعی میکنن تصاویر جوان ها و اون رأی اولی ها رو بیشتر بولد کنن و نشون بدن و بخوان اینو تبلیغ کنن که انتخابات پرشور هست و جوان ها حضور دارن، در صورتی که این تصاویر بیشتر در مکان هایی هستش که سران حکومت حضور دارن، از مجلس خبرگان گرفته کاندیدای انتخاباتی و مجلس شورای اسلامی و سایر مقامات حکومتی که میرن، که هر کدومشون وقتی در این مراسم ها حضور دارن با خودشون قطعا چند تا بادیگارد دارن و این بادیگارد ها به تبع مجبور هستن خانواده های خودشون رو هم بیارن که در این مراسم شرکت کنه. حتی در حسینی جمالان همکاران گفتن حالا که میبینیم که نیروهای بسیج و سپاه اتوبوس از جوانانی که عضو پایگاه های بسیج هستن، پایگاه های نظامی هستن، برای شرکت در انتخابات میارنشون. در واقع اینها همون نیروهای سرکوبی هستن که در انقلاب زن زندگی آزادی و انقلاب های گذشته حضور داشتن و دست به سرکوب جوانها و نوجوانهای ما میزدن. اینها رو میارن که پای صندوقهای رای بخوان به کاندیدای انتخاباتیشون انتخاب شدهشون که دستچین شده هست رای بدن. و همچنین میبینیم که چندین گزارش و مصاحبه داریم در مورد با کسانی که نمیان و رای نمیدن و در انتخابات نمیخوان شرکت کنن، که حالا این تصاویر به دستمون رسید تو بخشای بعدی خبری حتما نشون میدیم. و یکی دیگه بحث اینترنت هست. امروز در ایران اینترنت برای اینکه نخواد تصاویری از بایکوت انتخاباتی به بیرون درس پیدا کنه، اومدن سرعت اینترنت رو به شدت پایین آوردن که نخواد نشون بدن که مردم هیچ تمایلی به شرکت در انتخابات ندارن. و همچنین امیر سالار داوودی که در بند 4 زندان اوین محبوس است، اون هم طی یک بیانیه انتخابات نمایشی امروز رو بایکوت کرده و از مردم خواسته که در این انتخابات شرکت نکنن. فعلا خبرهای هستش که ما در تا این ساعت به دست ما رسیدم. بله، با تشکر از آزاده بارزادی از مرکز خبر که در این ویژه برنامه شرکت کردید. بله بینندگان گرامی، با یک ویژه برنامه در رابطه با دور دوم انتخابات برای جانشین بهم رئیسی در ایران در خدمت شما هستیم. در این لحظه به پایین این ویژه برنامه از تلویزیون آریان رسیدیم. در ساعت‌های بعدی همکاران من در بخش‌های کردی و بخش‌های دیگر در رابطه با انتخابات جزئیات آخرین جزئیات از ایران و شرق کردستان و انتخابات را پوشش خواهند داد. با سپاس که تا پایین همراه ما بودید، اوقات خوبی را براتون آرزو می‌کنم.